همه این اشتباه رو میکنن تنظیم فشار رو با تنظیم سرعت هیچ وقت قاطی نکن تو سیستم های پنوماتیک سلام ارادتمند شما یاسین نجفی هم خوش اومدید به استدیو کمپانی یاین تو سیستم های پنوماتیک این ریزکاری که همیشه باعث میشه که اون نتیجه دلخواه در نهایت توی عملگر سیستم های پنوماتیک از دستگاهمون نگیریم اینجا رو نگاه کن ما یه سیستم پنوماتیک داریم که طبیعتا سر راهش یه دونه فیلتر رگلاتور باید بذاریم درسته؟ این هم شیلنگ ورودی کمپرسورمونه اینجا یه دونه رگلاتور داریم اینم هم یه دونه فیلترمون این هم گیجی که فشار سیستم نشون بده خب اینو که بیایم جلو یه دونه شیر کنترل جهت پنج داریم و در ادامه یه جک اما نکته های سیستم اینجاست معمولا این فلو کنترلی که میبینید اینجا گذاشتن رو اشتباه میگیرن میگن خب ما با این فشارش رو داریم درست میکنیم دیگه چطور پس اینو ما صف میکنیم پیچشو این آروم میاد بیرون یعنی فشارش کم شده دیگه نه این کاملا اشتباهه تو سیستم های هیدرولیک هم این اشتباه رو میکنن ما دو تا بحث متفاوت داریم یکی کنترل سرعت تو سیستم های پنوماتیک یکی کنترل فشار حالا چه فرقی میکنه؟ یا آزمایش انجام میدیم کاری نداری الان من کمپرسورم رو باز میکنم شیرشو صف. چه اتفاقی افتاد؟ یه عددی رو داره نشون میده تقریبا هشت بار فشار ایدئال سیستمای پنوماتیک خب هشت بار فشار من دارم من اگه اینو جابجا جا کنم یعنی پیچش آزاد کنم یه تحرکی یه چیزی روش بدم این عدده فرق میکنه نگاه کن داره میاد به سمت 6 درسته؟ حالا مثلا من روی همین عدد قفلش میکنم این فشاره چه تأثیری توی در نهایت جک من داره؟ نگاه کن من شیرم و الان فرمان میدم بهش جکمو خوب نگاه کن این به این صورت میاد حالا دوباره برگردیم روی اول کار اینو دوباره من میارم تا نهایت توانش کجا میاد دیگه به ترکون تا قبل هش استوب میکنه چون کمپرسور من توان بیشتری رو برام درست نمیکنم دوباره که فرمان بدم یا کن حتی چیزی هم زیرش نیست متوجه میشی این داره سریعتر میاد بیرون درسته آیا ما با سرعتش ور رفتیم به قول خیلی ساده یا فشارش تغییر دادیم وقتی که ما با رگولاتور میایم فشار هوا رو دستکاری میکنیم تو قدرتمون تاثیر داره یعنی شیرمون دو تا جکمون سه تا جکمون هر تعداد عملگر و قطعاتی که بعد از این داریم با فشار 6 بار مثلا کار میکنه تغییرش بدیم بیاریم رو هفت بار با هفت بار کار میکنه هیچ تغییری توی سرعت من نمیذاره چون من با اون 6 بار میتونم یه ای سرعت ایدالی ازش بگیرم فشار سیستم من کم شده یعنی چی یعنی زور سیستم من کمتر شده اما کنترل سرعت یه بحث دیگه است من با این دو تا قطعه سرعت سیستمم رو تغییر میدم یعنی فلو کنترل خب من الان با این یک مقداری بازی میکنم که سرعت سیستمم تغییر کنه خب الان من اینو تغییر دادم رو که جابجا کنم میبینی خوب نگاه کن چه سرعت رفت چه برگشت تغییر پیدا کرد فشارم چی این عدد نگاه کن کجاست من الان جابجاش میکنم فشار فرقی کرد نه تو همون مونده پس من با این فقط سرعتش رو جابجا کردم سرعت رفت و برگشت با همون فشار یه سرعت متفاوت اما اگه شما بیای فلو کنترل رو حذف کنی و با رگولاتورت بخوای سرعت جابجا کنی سخت در اشتباهی چون علاوه بر اینکه سرعت کم شده قدرت هم کم شده اگه میخوای این اتفاق نیفته با یه قدرت ثابت یه سرعت ثابت رو به بالا داشته باشی باید فلو کنترل سرجکی یا بین هر مدلی که هست و ببندی افتاد موضوع برات جا افتاد یه لایک بنداز پایین ویدیو پس چه اتفاقی افتاد من فرق فشار و سرعت رو توی سیستم های پنوماتیک و هیدرولیک به شما یاد دادم تقدیم به شما هیدرولیک هم همینه به همین روش کار میکنه اما با یک تفاوت جزئی اونجا اگه فلو و من تغییر بدم یه اتفاق کوچیکی توی سیستم هم میفته جدا از این چیزهایی که من به شما توضیح دادم اگه چیزی میدونی کامنت بذار اگرم نه بگو یه ویدیو راجع به اونم بگیر و اما تمام فوت کوزگری صنعت رو اگه دوست داری یاد بگیری باید این کانال سابسکرایب کنی چون با سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما تمام موارد رو به همین سادگی آب خوردن دارم یاد میدم یعنی یه بچه ده ساله هم بشونی پایین ویدیو متوجه میشه که چطوریه الکتروموتور چیه پمپ چیه آقا همه موارد گیربکس چیه همه اینا رو توضیح دادیم توی کانال و زنگوله هم بزن ویدیوهای جدیدی که میاد و اولین نفر بیای ببینی و استفاده کنید داغ داغ مرسی که همراه ما بودید دوستتون دارم خدا نگهدار